سوربی با مردم. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید، جمعه خوبی رو اونایی که تو ایران هستن پشت سر گذاشته باشن و اوقاتی بهتر در انتظارشون باشه. آقا فرخ، پیام شما رو گرفتم، ماجرای اون تلفن آقای زرابی به مناشه امیر دیگه چقدر شور بود. یه چیز میگن آش چقدر شور بود که خود آشپز هم گفت بابا این آش شوره. خود آقای مناشه امیر به آقای زرابی میگه آقا اینجوری نیست که شما میگی و باید یکم وقتی میخوان کسی رو متهم کنیم، همین آمریکا شما ببینین، آقای قاضی رو آوردن متهم کردن اینا، ولی همش روی اون به اصطلاح لبه نازک همه بیگناهن تا گناهشون ثابت بشه. اگر میبینید که برنامه رو امروز زود شروع کردم، دلیلش اینه که یک مهمونی دارم ساعت 3 بعد از ظهر. من وقتی که پریروز متوجه شدم آقای امیر حسین لادن امروز کار دارن نمیتونن اینجا باشن، یه دوستی بود که مدتها قرار بود باهاشون صحبتی داشته باشیم و وقت نمیشد، میسر نمیشد، امکاناتش ردیف نمیشد و بالاخره امروز ساعت 3 بهشون گفتم با ما باشن. برای اینکه اون برنامه قسمتی از برنامه من نباشه و این تحت شعاع اون قرار نگیره، اون تحت شعاع این قرار نگیره، یه برنامه مستقل و گلی رو به ایشون بدیم که بعد هر جا میخوان بتونن استفاده کنن، فکر کردم که ساعت 1 شروع کنم که الان 1:30 تقریبا، بعد به اصطلاح 3 تموم کنم که بشه 2 ساعت. حالا سعی میکنیم 70-80 دقیقه با شما باشیم، بعد یک بریک کوتاه. بعضی از ایرانی ها میگن یه تنفسی بگیریم و بیایم، یعنی وقتی با شما برنامه دارن اینها مردن و نفس نمیکشن. توی برنامه هایی که شنبه ها ما با دوستانی مثل آقای محمد علی ابوقتاره و بابک یکتا فرد اینا داشتیم، میگفتیم خب حالا به یک موزیک شما گوش کنید تا ما هم جرعه آب بنوشیم و با شما باشیم. در کار رادیو تلویزیون چون وقتی صحبت میکنی دهنت خشک میشه، باید یا یه ظرف آب نزدیکت باشه یا چای گرمی، یا بعضی ها یک کم نمک میذارن زیر زبونشون، میگن نمک وقتی که داخل دهنتون باشه باعث میشه که تشنتون نشه. نمیدونم درسته یا نه، من تو بعضی از مزرعه ها یا مزارع رفتم دیدم که یک نمک اینقدی گذاشتن اون گوشه و گاو و غلاب و اینایی که اونجا هستن میان بهش زبون میزنن. حالا از سعید کاووسی که یه مدتی به اصطلاح یه زوچه ای داشت، یعنی مینی زو داشت، بپرسیم که چرا این کار رو میکنن. خب اجازه بدید که دوستان را هم دعوت کنیم. من نمیدونم این برنامه فیسبوک، گفتم بهتون اینجوری بود که یه چیزی گذاشته بود و شما وقتی یه برنامه بود، یه چیزی بود، به نوشته ای بود، برای دوستانتون میفرستادین و من اون موقع مثلا 8000 تا دوست داشتم، وقتی میفرستادم همه میگرفتن. حالا بستگی داشت که اونا باز کنن نگاه کنن یا نه، بعد اینا اونا از بین بردن. خب greeting from Istanbul، این اسم شما رو چجوری من تلفظ کنم؟ در صورت ممنونم. میگن که فضائل عزیزان، میگه سلام، جمال را در ترکیه کشتند. همچین میگی جمال را که انگار من و شما هر روز با این میرفتیم مثلا کباب بازار نهار میخوردیم. کباب بازار میگم چون آقای فضائل عزیزان وقتی اومده بود اینجا اولین بار اومد منزل ما، ولی بعدن توی کباب بازار قرار میذاشتیم. در هر صورت ببین آقای عزیزان، من دیروز وقتی که آمریکا گفت که ترکیه اعلام کرده که ما با اون دستگاه‌های شنود و کنترلی که داریم، هم ویدیو داریم هم آدیو داریم
که اینا اینو آوردن داخل میخواستن یکم بترسوننش، اول با ترغیب که آقا بیا اونجا یه جاب حسابی بهت میدیم خفش، و ترغیب و تشویق، و بعد بالاخره میرسه به تنبیه و تهدید. گویا اختیار از دستشون میره. این شکنجهگرا دوست دارن وقتی شما میگی گوشیشو بگیر، گوشه رو میگیره میکنه، بعد میگی شما نگفتی که گوشیشو بگیر ولی نکن. یادتونه میگفتن به طرف گفتن کلاه بیار، رفت سر و کلاه و گفتن آقا چرا سرشو بریدی؟ گفت خب کلاه رو سرش بود دیگه. اینم ماجرا اینه. من وقتی اینا اینجوری گفتن، گفتم حالا چقدر جالب میشه که این پسرک نادان ولی عهد لوس و نونور، مثل که همه ولی عهدها لوس هم، ولی عهد لوس و نونور عربستان سعودی، حالا بیاره این آقا جمال شما و آقای خاشقچی یا خاشقجی زنده باشه و بگی که ببینید ما به شما گفتیم که این ترکیه آقای اردوغان اینا کارش خرابه، اینا تو سفارتشون دستگاه های شنود میذارن، توی سفارت و دستگاه شنود و اینا همه جا رسمه، وقتی دارن اونجا رو میسازن اصلا اون بنای مأمور دولتی کار میکنه. بگذاریم این آقای قاشقچی هم، من از خودم میپرسم کسی که اومده آمریکا، کسی که میدونه مملکتش اینجوریه، کسی که حالا میخواد ازدواج کنه، حالا چه اصراری داره اون خانومه رو تو اون کشور بره نمیدونم وکالت بده طلاق بگیره. اینجام که این آقای نادان و شالاتان ترامپ که اینجا الان دو روز سه روز مردم دارن خونه هاشون رو از دست میدن، دارن جان و مالشون رو از دست میدن با این طوفان، این یه روزش رفته بود نمیدونم پنسیلوانیا، اوهایو، همین مردم بی سواد اونجا رو جمع میکنه، همون مزخرفاتی رو که تا امروز دروغ گفته این دروغا رو باز دوباره میگه. اونجا میگفت که دیدید میخواستن بیمتون رو باطل کنن، من نیذاشتم. هر شب ملت میگفتن آقا با این بیلاخ جان مکین اون بود که نذاشت تو بیمه مردم رو باطل کنی. بماند روزگار غریبیست نازنین. دیروزم به جایی که به این سیاه‌پوست دیوانه، این خواننده‌ای که خودش آمده بارها سالها پیش گفته مریض روانیه، تو برنامه های تلویزیونی نشون داده، یه دفعه میپره رو مثلا دارن مسابقه یه نمیدونم بهترین خواننده است، این میپره اونجا جایزه رو از دست اون خانمه میگیره و میگه نه این به تو تعلق نداره، به فلانی تعلق داره و اینها. یک همچین دیوانه ای رو دعوت کرده برای نهار، اسمش هست کانیا وست، برید لینک بزنید کانیا وست is mentally sick یا mentally retarded، خودتون ببینید چی می‌نویسه، یه لینکشو بذارید اینجا. سلام آقای اکبری میگه الان من را دعوت کردید اومدم. اومدی چه خوش آمدی، مرسی. و دیروز این مردک خواننده‌ای که حالا تازه فهمیدن چرا این ترامپ رو اینقدر دوست داره، حتما اون عکس ترامپ رو دیدید که داره تنیس بازی میکنه و این یه آدم چاق کنگونده‌ای هست. این آقای خواننده هم رفته یه زنی که کارهای سکسی انجام میداد و اینها به نام کیم کارداشیان، یه زن ارمنیه، اینو گرفته و بهتون گفتن این خیلی معروفه چون باسنش خیلی گنده است. البته همین زن باسن گنده اقلا دو تا کار خوب انجام داده. وقتی قرار گذاشت با ترامپ، آمد بدونی که دوربینی باشه خبرنگاری باشه اونجا، ازش خواهش کرد یه زن اسپانیشی رو که سالها زندانی آزاد کرد، 27 سال مثل که زن زندانی بلا آزاد شد، یا درباره کشتار ارامنه به دست ترک ها، به دست عثمانیان، حالا دوستان ترک نگن آقا ما نبودیم، آدمان بود، اوکی، عثمانیان اونا رو محکوم کرد، رفت توی ارمنستان و توجه دنیا رو توی 100 سالگی به اصطلاح این کار خلاصه بماند. اون کیم کارداشیان رو فکر کنم همه شماها بهتر از من میشناسید، همتون هم عکساشو بیشتر از من دارید. بماند این کانیا وست رفته بود اونجا، طبق معمول این داماد عقب افتاده شارلاتان ترامپ هم اونجا نشسته بود، جرد کوشنر،
بعد 10 دقیقه مزخرف گفت، 2-3 بار فحش داد، بعدم یه هواپیمایی رو نشون ترامپ داد که تو باید سوار این هواپیما باشی. بعدم میگو من این کلا رو که میذارم سرم، کلایی که میگه که ما آمریکا رو دوباره به اون جای عالی میرسونیم، که از هر احمقی که به ترامپ رأی داده میپرسیم منظورش کدوم ساله. ببینید من میتونم به شما بگم من این تلویزیون مردم رو میخوام تبدیل کنم به یه تلویزیون عالی. امید آرزو بر جوانان قدیم عیب نیست، ولی اگه اومدم گفتم من میخوام تلویزیون مردم رو مثل گذشته دوباره برسونم به اون چی، شما میگی کی؟ یا میگم 2003، یا میگم 2006، یا میگم 2015. ترامپ نمیتونه بگه من میخوام آمریکا رو مثل کی، ولی این احمقی که میاد نشون میده که این دوست داره آمریکا دوباره برگرده به زمان بردهداری، و یک سیاه مثل اینم که اینجوری موفقه به جایی که حالا بره پولش رو خرج جامعه خودش کنه، بچه های به اصطلاح کم سواد و بی سواد از تو خیابون جمع کنه، مثل خواننده و هنرپیشه های سیاه و بعضی هاشون هم ورزشکارا، کارهای خیر انجام بده، کارهای خوب، رفته چسبیده دنبال کون این خانم کیم کارداشیان و این مزخرفایی که هر روز میبینید. در اصل این ماجرا ماجرای آمریکا بود. و اما باز هم در آمریکا، حتما همتون میدونید ما آگست 14 14 آگست یک بیمارستانی رفتیم، بعد هفته بعدش یا 2 هفته بعدش هم دوباره یه بیمارستانی، و این دوبار بیمارستان رفتن ما الان اینقدر کاغذ قد یک دفتر 100 برگی برای ما فرستادن. حالا تازه من بیمه دارم، من بیمه دارم، و به اصطلاح ما قرار 20% رو پرداخت کنیم. هر کاغذی میاد زنگ میزنیم میگیم اینجا نوشته 100 دلار بده، میگه ولی الان شد 160 دلار. میگیم چرا؟ میگه آخه 2-3 تا بیل دیگه هم بعدن میاد. میگم خب این بیل و کلنگار پدر سوخته همه شو جمع کنید یه بار بفرستین تا ما یه بار جون بکنیم بدیم. ما 2 بار رفتیم بیمارستان، حالا 2 ماه باید هر روز زجر بکشیم. واقعا این آمریکا داره به طرف نابودی میره. بی خود نیست که الان 10 تا کشور رو نوشته که آمریکایی‌ها دارن میرن اونجا، و تاپ آف دی لیست، بالای لیست سنگاپوره. سنگاپور میدونید که در 53 سال گذشته، گویا در 53-54 سال گذشته، یکی از بهترین کشورهای دنیا شده. تونسته مشکلات ترافیک رو حل کنه، مشکلات ریسایکل یا زائدات پلاستیکی و اینا رو حل کنه. خلاصه یک کشور نمونه هست و من اسمش رو نوشتم انداختم تو این سطلی که میدونید دیگه آدم امید و آرزوهاشه. اینجا میگن باکت لیست، باکت یعنی یه سطل، شما لیست میندازید تو، مثلا مینسی من ماشین فراری میخوام، میندازید اون، یه روزی اگه پولت زیاد شد و اینها دست میکنی اه فراری برم بخرم. سعید برای من نوشته بود که با دوستش رفته فراری ببینن، وقتی فراری رو دیدن و اینها، بعد دوستش به اون فروشنده گفته که این بنزین زیاد مصرف میکنه، مرده بهش گفته اگه شما نگران مصرف بنزینین ماشین فراری برای شما نیست، برو بیرون. اینم از این ماجرا. خیلی ممنون آقای اوستا تهرانی، حالا این لقب شماست یا اسم فامیل شماست، چون خیلی ها هستن فامیلشون شیرازیه ولی شیرازی نیستن. ما یه دوستی داشتیم اینجا آقای رضا شیرازی که از طریق کار رادیو باش آشنا شدم، هم با خودش هم برادرش، و ایشون آبادانی بود و فامیلیش شیرازی بود، ولی یه دوست دیگه داریم شیرازی، فامیلش هم شیرازیه. و اما این 2 روز بیمارستان و 20 روز حسابداری و پرداخت، حتما اون ماجرای شیر و جنگل و حسابداری و خر و اینا رو شنیدید، اگه نشنیدید برید پیدا کنید یا یه روز دیگه براتون میگم. و اما دوستی که ما اون روز گفتیم یه دوستی قهر کرده، ایشان اصرار داره که من قهر نکردم. والا من نمیدونم، اولا من وقتی صحبت میکنم صحبت من عمومیه، ولی اگر طبق ضرب المثل میگن، در مثل مناقشه نیست ببخشید، میگن شما شوبه که برمیداری سگ دزد فرار میکنه. اگه ما یه چیزی میگیم شما فکر میکنیم ما به شما هستیم، خب یعنی اون چهارچوبی که من گفتم شما توی اون چهارچوب جا میگیری. حالا این دوستمون میگه نه من قهر نکردم.
میگم بعد میگه شما اشتباه میکنی، من نرفتم تلویزیون های دیگر رو نگاه کنم. میگم شما اولا من به شما تنها نیستم، به همه دارم پیشنهاد میکنم. من گفتم یکی از مزخرفترین و خطرناکترین چیزهایی که الان توی این قرن ما باهاش مواجه هستیم اینه که من و شما به انتخاب میریم اون چیزایی رو که دوست داریم گوش میدیم، میریم افرادی رو که باهاشون موافقیم میبینیم. اون موقع انتخاب دست ما نبود، اون موقع یک کانال تلویزیون بود یا دو تا کانال تلویزیون بود، اگه میزدی تلویزیون روشن بود، یه نفر که مخالف شما بود ممکن بود صحبت کنه، شما رو به فکر مینداخت. الان این نیست. الان شما اگه زدی با یه آقای طرفدار پادشاهی مخالف بودی، میزنی این بر میگی بذار موافق نمیدونم یه مخالف پادشاهی پیدا کنم، و این خطرناکترین چیزه. این مغز شماها رو سلو داون میکنه. حالا به همین دوستمون گفتیم خب شما بیا صحبت کن ببینیم چی میگی. تا اینو میگیم یه دو روز جواب نمیده. آمریکا بهش میگن ایوال. این دیده بودید وقتی ارتش میگفت که سربازایی که به اصطلاح با بیان خدمت وظیفه بیان اینجا و یه عده نمیرفتن، یه به اونا حالا نمیدونم فراری نمیشد بگی چون نرفته بود که بعد فرار کنه. اینجا به همچین آدم ها میگن ایوال. از کجا میاد نمیدونم. آقای اکبری میگه از نظر بیمه هیچ جا مثل آلمان نیست، با وجودی که مردم هنوز معترض هستن. ببین از لحاظ اعتراض، آقا ملت تو بهشتم که بودن اعتراض کردن اومدن بیرون، حالا ببین کجا هست. هر کسی، من یه سالها پیش خدا رحمت کنه یه دوستی داشتیم فوت شد، این یه کاری گرفته بود، روزای اول خوشحال، ماه اول یک کمی فلان، ماه دوم شکایت، ماه سوم اعتراض. بهش گفتم ببین اگه یه نفر به شما پول بده بگی بیای بشین اینجا پاتم بنداز رو میز، شما روز دوم سوم به من زنگ میزنی میگی خسته شدم از بس پامو گذاشتم رو میز نشستم، این ذات بشره. بله من آلمان بودم 22 ماه و خدا رحمت کنه دکتر روحی بود، کی بود، کلیمی هم بود، و وقتی که ماجرای جراحی پیش اومد به من گفت سربی اینجا جراحی نکن، بیا ببرم. ما رو برد یه دکتری رو که خود اون آقای دکتر بیچاره متخصص اعصاب بوده، گفت ببین این اینجا جراحی کرده و الان فلج شده و شما بهتره اینجا جراحی نکنی چون داری میری آلمان. و بنروحی، دکتر بنروحی. و بعد فهمیدم که به اصطلاح وقتی ما اومدیم اینجا اون بنده خدا هم فوت شد، و این بارم که رفتم دو سال پیش رفتم آلمان باز پرسیدم و گفتن بله سال هاست که فوت شده. اینم از خب آقای اکبری شما مثل ایرانی های دیگه جایی اگه هستی خوبه صدا در نیاد، چون حالا تا بگی خوبه صد تا از فامیل و دوستات میریزن اونجا، ما هم که بیایم اونجا چی میشه؟ خراب میشه. و اما امروز جمعه است، 12 اکتبر 2018 میلادی برابر با 20 مهر 1397، ساعت 3 با یک مهمانی هستیم که برای اولین بار در این تلویزیون، بعد که شما اینجا دیدین برین روی اینترنت اسم ایشون رو به اصطلاح تایپ کنید، میبینید که از سالها پیش، میتونم بگم از 10 سال پیش توی تلویزیون‌های مختلف بودن و شخص جالبیه به نظر من، شخصی که از سازمان مجاهدین جدا شده، آمده درباره‌شون صحبت کرده ولی باز بعدم سازمان مجاهدین باهاش دید و به اصطلاح قرار میذاره، حتی توی همین کجاست فرانسه اینا. حتما برنامه ساعت 3 رو ببینید. الان اینجا ساعت 1:44، یا ما شیرازی ها میگیم 2 ربع، یعنی 15 دقیقه دیگه میشه 2، یه ساعت هم اضاف کن 75 دقیقه دیگه من با این دوستمون از آلمان یا از دانمارک مصاحبه میکنم. اینم از این. دوستان حتما شنیدید که ماه آینده اینجا 6 نوامبر انتخابات میان دوره‌ای هست و الان هم خیلی سر صدا هست که این
به غیر از اینکه یک انتخابات میان دوره ای برای نمایندگان مجلس و نمایندگان سنا و اینها هست، یک رفراندوم برای ترامپ که افرادی که 2016 فریب این شارلاتان رو خوردن و الان تعدادشون آمده به 30 و چند درصد، اینا اگر بیدار شدن برن رأی بدن به افراد دیگه‌ای که برخلاف ترامپ هستن، تا اونا بیان تو مجلسین و دم ترامپ رو بگیرن و خانوادهش بندازن توی سطل آشغال یا توی زندانی جایی. و اما شب دور همی که امشب، بذارید من این تصویرشم به شما نشون بدم، بنده هم اونجا هستم، شما هم اگر اهل تخته و ورق و شطرنج ندیدم اونجا، اگر اهل اینها هستین بیاین. بذارید من اینو بهتون اینجوری نشون بدم، شب دور همی، چون ما این سیستممون میدونید که یا گوشه عکسو میگیریم میاریم میندازیمش داخل این به شما نشون میده، یا اینکه از این ور یک دریچه‌ای باز میکنیم به اون نگاه میکنیم. بذارید من اگه اینو بیارم اینجوری فکر کنم بهتر باشه. نه، مثل که بدترش کردم که بهتر نشد. فعلا پلیر 4 بهتون نشون بدم، صدای مردم از تلویزیون مردم. و حالا من اون شب دور همی رو پیدا کنم به شما بگم. و یه برنامه دیگه ای هم امشب اینجا هست، امشب و فردا، که آقای دکتر هولاکویی که معرف حضورتون هستن. بله، این فرخنده مهرگان خجسته باد شب دور همی و همراه با موسیقی و تنقلات. اتفاقا اون دو سه هفته پیش وقتی من رفتم آقای کاووسی هم اومده بود، گفتم سعید تنبکتم باهاته، گفت نه با یه ماشین دیگه اومدم. بعد آخرای برنامه آقای سیامک که ایشون هم شیرازی هستن، فکر کنم از فامیل فهندجه، اینم آمد و با کیبوردی که اونجا بود چند قطعه نواخت و خاطرات و اون آهنگایی که به اصطلاح من و شما ازش خاطره داریم یادمون انداخت. شما هم اگه دوست داشتین، شما هم اگه در این منطقه بودید، امشب ساعت 7 شب بیاین تا با هم باشیم، دور هم باشیم. و میگه که فرایدی که امروز جمعه است، اکتبر 12، 12 اکتبر، در منطقه وینا نزدیک به تایسن کورنر، به قول تمام ایرانی ها در قلب ویرجینیا، در ساعت 7 شب تا 10:30 همراه با موسیقی و تنقلات. نوشته شراب خودتان را هم میتوانید بیاورید. حالا این شراب میتونه شربت آب لیمو باشه، فکر کنم میتونید یواشکی ودکا مدکا درست کنید، ودکا لایم بذارید برای خودتون بیارین، یا شراب معمولی باشه یا آبجو. و یه حسنی که داره اون طرف خیابون یه 7-11، 7-11 هم ساعت 11-11:30 به شما مشروب میفروشه اگه خواستید پاشین بیاین، خوش میگذره. خب این رو من مطمئنم، چون ما اون شب با آقای امیر حسین لادن رفتیم و نشستیم تخت بازی کردیم و آش رشته ای هم خوردیم و نوش جان کردیم. اینم از این. امروز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک برنامه شماره 199 آقای حسن ارشاد که درباره بهائیت صحبت میکنه پخش میشه و این برنامه توضیح متن دستخط بانو اهدیه محمد حسینی، خواهر دکتر نصرت الله محمد حسینی هست. این رو هم اگر مایل بودید حتما ببینید و روی فیسبوک صفحه خود آقای هم فندش ها یه جوری بچه سعدی هستن. بله، اینا هم بچه سعدی هستن. و یادم میاد اون انقلاب که شد، اون استواری هم که کشتن فکر کنم سعدی بود، اصلا ریختن سعدی، چه کار وحشیانه، ریختن سعدی خونه این بیچاره ها را به اصطلاح خراب کردن، آتیش زدن اینها. و نمیدونم واقعا ما ملت بدی هستیم یا فقط حکمرانان بدن. امروز یک سلام به آقای زمانیان، ممنون.
امروز یک ویدیویی رو من گذاشتم روی فیسبوک در مورد شاه و نوشته بود که این فیلم رستاخیز و حزب و اینا رو نشون میده، چاپلوسای اون دوره و اینا. بعد نوشته بود که این شاه اسلام پناه بود که به اصطلاح این آخوندا فرزندان خلف شاه اسلام پناه هستند. اجازه بدین من یه دونه از این نگه دارم اینجا، بعد بنویسمش یک یک یک، یا بنویسیم A A A A و B. این A، یه دونم B. این دوتا رو باید نگه دارم، این عکس‌ها رو لازم داشتم، میخوام پاک نشه و بمونه. بعض وقتا میره، ما هم یادمون میره کجاست و نمیتونیم دیگه پیداش کنیم. اینجا ببینیم چه میشه. دوستان این برنامه های ما رو اگه دوست داشتید برای دوستان دیگه هم شیر کنید، اگه دوست داشتید حمایت کنیم. خداییش میگم دیگه من خجالت میکشم از بس به دوستان میگم حمایت کنید. اتفاقا یکی از دوستان گفت آقا من با پیپل نمیخوام حمایت کنم، آدرس بفرست. ما آدرس فرستادیم، این بیچاره مستی از بس گفت نام رسان نامه من دیر شد، چشم زمان نمیدونم به در دیوار کور شد، مرد رفت. ما هم دغمرگ میکنیم هر روز منتظریم این، ولی خب خوب شده برای این پستچی. ما دعا میکنیم ایشون سلامت باشه، سالم باشه. دیدید آدمای طلبکار همیشه دعا میکنن بدهکار سالم باشه، مریض نشه، جون داشته باشه، بره کار کنه، بیاد بدهیشو بده. در هر صورت خیلی بده که ما ملتی هستیم که واقعا عادت نکردیم. من یادمه تو آلمان که بودم همون اوائل یه تلویزیونی خریدیم و رفتیم خدایا 1200 مارک ما دادیم یه تلویزیونی خریدیم که سیستم آمریکا رو هم داشته باشه، کانالای آمریکا رو هم بگیره، ما دو کلمه انگلیسی یاد بگیریم. و یه روز در خونمون، یه آپارتمانی بود، در خونمون رو زدن، در رو باز کردیم، دیدیم یک ونی اومده و میگه ما از طرف تلویزیون آمدیم، نمیدونم یه چیزی، ما هرچی میگو که نمیفهمید. گفتیم چیه؟ گفت شما آنتنی داشتن تو خیابون را میفتادن میفهمیدن کی. دوستان 32 سال پیشا توی آلمان، 34 سال پیش، کی تلویزیون داره ولی پول نمیده. ما گفتیم خب ما تو تلویزیون پولشو دادیم، ما که قسطی نخریدیم. گفت نه آقا، ماهیانه باید بدی به ما. گفتیم شما کی هستی؟ گفت ما همون هستیم که دولت تلویزیون پخش میکنه تصویر. گفت یک تصویر که تو هوا. گفت حالا ناراحت نباش، داریم یه کاری میکنیم که از هوا بگیریمش دیگه شما نتونی. و این کار کردن دیگه، الان شما باید پول بدی کیبل بیان وصل کنن اینها. در هر صورت نمیدونم، حالا میگم دوستان برای من نیستن، آقا شما بلند شو بیا مثلا همین سنگاپوری که مثال زدیم که حالا کسی هم از اونجا دوست نداریم، مهمون من باش، هر قدم دلت خواست اصلا بمون. میگم آقا حالا شما اون مهمونی پیشکش تو، فکر کنم امروز تو چلو کبابی بودم $10 چلو کباب خریدم، شما تو رو درواسی موندی $10 حمایت کن تا ما این، والا هر روز ما باید یه وسیله‌ای بخریم. اون روز اینجا داشتیم کار میکردیم، دیدیم این میکروفونی که سالها داریم صداش در نمیاد، مجبور شدیم رفتیم یه میکروفون دیگه گرفتیم. خب اینم از این. حسن شجاعی بود نام رسان خوانده بود. آها راست میگی، بیچاره اونم فوت شد، فکر کنم تو هواپیما مرد آقای شجاعی. چه صدای قشنگی هم داشت، صداش نوع مثلا اون بود، ایرج مهدیان بود، اینا صداشون کاملا، یعنی اولا خواننده معروف میشه که وقتی این میخونه شما بفهمی این صدای مال خودشه، مال کسی دیگه نیست. و اگه نگاه کنی اونایی که تقلید دیگران کردن، با وجودی که صداشون خوب بود، با وجودی که حنجرشون توانایی این داشت که صدای نوت بالا نوت پایین کج راست چپ بالا در بیاره، به هیچ نرسیدن. نمونهش جمال وفایی، نمونهش عباس وفایی. باز عباس وفایی خودش بود، صدا خودش بود، ولی بیچاره آقای جمال وفایی فکر کنم اینجا باشه، چند سال پیشم آمده بود و یک شوخی هم با ما کرد، با خانم سوسن آمده بودن اینجا، رستورانی بود به نام رستوران ساقی و اون موقع من تو تلویزیون اینا نبودم ولی ریش داشتم. وقتی نشسته بودم گفت که به دوستان آقای ستار هم اینجا نشسته، ملت هم هی میرفتن میمدن هی با ما سلام علیک، آقای ستار سلام اینا.
ما هم رفتیم بهش گفتیم آقا این چه کاری بود شما کردی؟ به مردم گفت که ببخشید این آقا ستار نیست، آمده به من گفته من هزار تارم. جمال وفایی برای عروسیا، برای مهمونیا، برای جشن و اینا خوبه، ولی خوانندگی، خواننده خوبیه، ولی هیچ وقت نتونست خودش خواننده باشه. ممنونه. میگه اینجا در آلمان اگر شما پول تلویزیون ندی زندان داره، چون با اداره دارایی طرف هستی. خب یکی یه حکم زندان برای خودتون درست کنید، بفرستید، خودتون برید معرفی کنید دم زندان. اگه گفتن چرا اومدی، بگو من 6 ماه 6 سال 20 سال برنامه سوربی رو نگاه میکنم، پول نمیدم. خودتون معرفی کنید، یه عکس از پشت میله ها برای من بفرستید. حالا چرا از پشت میله ها؟ همون جوری که دیدید، مثلا دیروز نوشته بود فلانی از زندان فلان نامه نوشت. این ماجرای اتفاقا مهمونی که دارم، من میخوام ازش سوال کنم آقا این زندان ایران که شماها از یه طرف میگین ترسناکترین، مخوفترین، وحشتناکترینه، از طرف چپ و راست میبینیم شماها از زندان فرار کردین. خب این چیه؟ ماجرای فرار از زندان چیه؟ و این ماجرا قبل از این بوده که آخوندان مرخصی بدن. اونا هم خیلی زبلنا، اونا هم به شما میگن اگه مرخصی میخوای به مامانت، به بابات بگو بیاد خونهشو بذاری گرو، تو برو مرخصی. میدونن که این در میره، خونه ننه بابای بیچاره رو میگیرن. اون عجب آخوندا، این عجب شاه بچه هایی درست کرد، انداخت به جون مردم و خودش در رفت. وقت خانم نیر میگه آقای سوربی حالا این چیزا چه فایده ای داره؟ گفتم خانم نیر گرامی، ای کاش شما به این سلطنت طلبا که همه تلویزیون های اینجا دستشونه میگفتید اونا دروغ به مردم نگن که ما مجبور بشیم جواب بدیم. عجب ملتی هستیم. ما که داریم حقیقت رو میگیم، دوستان به اون میگن خفه شو، ساکت شو. اونی که مؤدبه مثل خانم نیه با احترام میگه ساکت شو. اونی که بی‌تربیت الاغ شب زنگ میزنه میگه خفه شو. خب شما این فیلم رو ببینید، شما به من بگید که این چه پادشاهی بوده، این چه حزبی بوده، این چه سیستمی بوده که با سوادای ما رو این چنین واداشته به چاپلوسی، به دروغ، به تملق. این حالا میارمتون توی این صفحه، ما صفحه شخصی خود سوربی اینجا تو فیسبوک، گاهی وقتی برید اونجا و مردم تیوی صفحش نگاه کنید، من بعض وقتا چیزای جالبی میذارم. اینو با هم گوش کنیم، بذارید ببینیم که دنیا چه خبر. این خانم ماشاءالله چقدرم خوشگل بودن ها. ببینید حالا من بیارش نزدیکتر، میخوام زیبایی شما رو هم یک کمی اذیت کنه. ایشون میست که دبیر کل بوده، یا اون دبیر کل بالا نشسته، اینا این پایین صحبت میکن. بشنوید. این زمان شاه آقای زرابی عزیز، شما که میای، تازه حالا زرابی خوبه، وقتی براش اینو فرستادن میگه آقای سلبی شما درست میگی، کار ما خیلی خرابه. بابا صد رحمت به این آقای زرابی. خب آقا اگه من درست میگم، خودت ننداز تو دست این دوستان نادانت. من باور که هر روز نگران این زرابی هم که بنده خدا از این فشار روحی یه وقت خدای نکرده مثل داداشش خودکشی نکن. یه روزم گفتم به مادرش تماس بگیرم بگم خانم اگه میتونید یه جوری برای این یه زن پیدا کنید، بذارین سر کار زندگی بره از این مسخره بازیایی که با دوستاش رو انداخته، 6 تا عکس فره رو گذاشتن تو تاخچه. بابا فره حالا هر چی هم شما میخوای بذارش تو تاخچه، 80 سالش شده، دو روز دیگه باید بره 6 فوت داون. عکس داداش تو بذار، عکس مادر تو بذار، عکس پدر تو بذار، عکس خودت رو بذار، عکس دوستات رو بذار، عکس 4 نفر که در زندگی بهت حقیقت رو گفتن بذار. برین گوش کنی. یادتونه بهتون یه دفعه نشون دادم این ویدیوی آقای منوچهر گنجی، میگفت که این کشورایی که تک حزبیان و شما میگید دیکتاتور، اون فرق میکنه با حزب رستاخیز. حزب رستاخیز رهبر شاهه. گفت خاک تو سرت احمق، اولا میگفتی حزب رستاخیز رهبرش منم، به خاطر همین دیکتاتور نیست. اینا بودن دیگه. بفرمایید.
کردیم به خاطر اینکه از مواهب اجتماعی مملکت ما و از نعمات فراوانی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته استفاده کنند، بدون جاه طلبی در صفوف سایر میهن پرستان تلاش نمایند و به حزب رستاخیز ملی ایران بپیوندند. رستاخیز ملی ایران که از اصول مقدس اسلام الهام گرفته است، ایران و ایرانی را. حالا فهمیدید دوستان، وقتی این سوربی میگه حزب رفتابیخ، از اصول اصلی اوریجینال اسلامی، هی نیاین به من بگید که شاه آدم خوبی بود، میخواست مملکت رو ببره جلو، ولی خیلی تند رفت. احمق‌ترین راننده رانندهیه که ماشینش رو نشناسه، ندونه این ماشین تحمل چه سرعتی داره و چجوری در چه زمانی میتونه ترمز کنه. این مزخرفات رو خجالت بکشید، خودتون به خودتون بگید خفشید، ساکت باشید تا صدای سربی و افراد دیگر رو در نیارید. رستاخیز ایران که تا بیخ اسلامی بود، با کی مدیریت دبیر کل شاخ شاخان شاه اسلام پناه، چی میشه؟ بچهش تو آمریکا نگران اینه که دین اسلام الان چطور میشه، جا کش دارن جوونا رو میکشن، دارن بهشون تجاوز میکنن، تو نگران دین اسلامی که با ننت با روسری و نمیدونم حجاب رفتین زیارت؟ بله، به روستایی رفتم، زمانی به روستایی رفتم که بستگان در این روستا زندگی میکردن، همه فک و فامیل میدانستن که من خواهم آمد و منتظر بودن تا من شرح بدم اصلا اعلامیه‌ای که صادر شده چه معنی دارد. اصلا مردم این روستا نمیدانستن حزب چیه، چه رسد به حزب رستاخیز. این آقای رجبی نوشته. بله آقا، شما اینجا از بچه‌ای که میره کلاس اول شروع میکنن انتخابات برای رئیس یا پرزیدنت کلاس، از روز اولی که میرن اینا یاد میگیرن، البته متاسفانه از اون ورم یه سری یاد میگیرن که چجوری دروغ بگن پرزیدنت بشن، اونم یه مشکلیه. و این آقای خیلی ممنون سعید، این عکس‌ها رو فرستاده از این کیه، این مرد که دیوانه، شوهر همین کارداشیان، کنیا وست. بله ببینید، این آدم دیروز با آقای ترامپ، که حیف آقا که به این دوتا بگن، ببینید دستش تو باسن این زنه، ببینید دستش تو باسن این زنه، یعنی این براش فرقی نداره، این هر کی باشه، حالا اون زن خودش کارداشیان باشه. بعد تازه حالا یه چی جالبه میگه، که میگه دیروز وقتی این رفت تو وایت هاوس، اون کسی که با زن این فیلم سکسی درست میکنه گویا یه توییتری نوشته، من تو راه بودم متوجه نشدم، یه توییتری نوشته. ببینید این چه موجود پلید و کثیف و عقب افتاده روانیه که با زنش کسی که فیلم سکسی درست کرده هنوز با هم در تماسن. خب معلومه ترامپ کیار دور خودش جمع میکنه، همین افرادی مثل خودش، لو لایف، پس فطرت، کثیف، کسی که بچه 4 ماهش دنیا اومده بوده، رفته با 2 نفر دوست بوده، یکیش که چیز سکسی بوده، پرن بوده، یکیش هم نمیدونم مال پلی بای بوده و این به این. بله این دوستمون، حالا شما چه کاره بودید که به روستایی رفتم که بستگان در این روستا زندگی میکردن، من خواهم آمد. خب من فکر کردم مثلا شما سپاه دانشی، سپاه چیزی بودید، میرفتی اونجا، ولی
چرا اونا فکر میکردن شما که میخوای بیای توضیح میدی درباره حزب رستاخیز؟ میگه وقتی رفتم کلی باید شعر میدادم تا متوجه شوند، اما باور کنید باز هم شک داشتم که متوجه شده باشند، ولی سر تکان میدادن که فهمیدن. بذارید من راجع به این سر تکون دادن براتون بگم. من این نوام دو تا داریم ماشاءالله، یکیش 2.5 سال شده، یکی 6 ماهش. این 2.5 سال خب حالا دیگه چند تا جمله حرف میزنه و اینها، و ماشاءالله انشالله نوه همتون سلامت و زنده باشه، بچه هاتون سالم باشن، به زودی بهتون نوه بدن و اینها. این حالا که یاد گرفته صحبت کنه، خب چون اینا دیکر هم میرن، بچه های اینجا از 5-6 ماهگی میرن دیکر، یاد میگیرن که با بچه های دیگه چجوری به اصطلاح کلک بزنن اینها. بعضی وقتا میاد به من میگه که من اینو بردارم، حالا از من سوال میکنه ها، ولی خودش جواب منو میده. من به شوخی اینجاشو میگیرم، میگم چرا اینجوری میکنی؟ صبر کن تا من اینجوری کنم. بعد میخنده. اون روز اومده به من گفت این کشو میکشه، چیزایی تو اینو در میاره. این وقتی من کاری اینجا انجام میدم، صدای هست یا سوار هواپیما میشم با گوشی نیست، از اینا میذارم توی گوشم، بهش میگن ایر پلاگ. پلاگ، شما هر چیزی رو که پلاگ برقم میگن، هر چیزی رو که بزنی توی چیزی میگن پلاگ. بعد اینو اینجوری فشار میدی، میکنی داخل گوشت، ولش میکنی، این باز میشه اسپانج، ابر باز میشه، میچسبه، صدا کم میشه. این هر وقت میاد اینا رو در میاره، هی بازی میکنه. اون روز اومد اینو چیز کنه، من یواشکی این انگشتمو گذاشته بودم که این کشو نتونه بکشه بیرون، و این گفت که این لاکه. گفتم آره لاک شده، بیا بریم. باور نمیکنی دوستان، رفتیم اونجا نشستیم، تا من خواستم یه چای بخورم با سرعت باد و برق برگشت اینجا، اینو کشیده بود عقب و اینو آورد. تازه حالا مثل که مثلا جایزم میخواست از من که ببین این که لاک بود من برات بازش کردم. حالا با این جنریشن، این دو جنریشن بعد منه دیگه. بله. آهان، میگه من حقیقت را بگم، نخود هر آش بودم، مثلا با سواد خانواده بودم. ای خدا گیرت بیاریم، چنان با چوب میزنیمت که همین با سوادهای شما اینجوری مثل شما که فکر میکردید نخود هر آش میشدید و اینها، ملت رو به این روز انداختید. و نمیدونم، در هر صورت جالبه که شاه تو یکی از کتابای خودش نوشته که این تک حزبی و اینها مال کشورهای دیکتاتوریه، و دیشب اینجا نشون میداد که مثلا این شان هنیتی احمق وقتی که اوباما یه خواننده ای رو آورده که مثلا تو شعراش فوش میخونده و اینا، همه حمله که آقا اینو نبر وایت هاوس، ارزش وایت هاوس رو میاری پایین، این کاخ سفید منزل همه مردم. اینها همین شالاتان پدر سوخته وقتی دیروز این احمق کانیا وست اومده بود و این همه مزخرفات و این همه فوش رو گفت، بعد گفت که ببینید این ترامپ چقدر آدم خوبیه، همه رو دعوت میکنه اینجا چون باور داره همه باید حرف بزنه. عجب قرن 21. دیدید هر روز ما میگیم صد رحمت به دیروز؟ واقعا اینجوری شد. قرن 20 پدران اون چی میزمی خوردن که آقا نمیدونید چه روزگاری بود، حسرت قرن 19 و اولای 20 میخوردن، حالا ما داریم حسرت قرن 20 میخوریم که بابا چقدر راحت بودیم، هیچی نداشتیم. درباره راحت بودیم هیچی نداشتیم، چون در رابطه با نوام هم صحبت کردم، این روزا میدونید هر کسی که بچه داره از همون روز اول یه چیزایی میخره، بهش میگن مانیتور، یه دوربینه میذاری تو اتاق بچه، یه دونه مثل تلویزیون کوچولوه مانیتوره میبری تو اتاقی که خودت نشستی، که اگه این بچه صدا داد، تکون خورد، اینا صداش اینجا بیاد، شما فوری بدوی برسی اونجا. انگار که قدیما مثلا نمیدونم، خب قدیما بچه رو میخوابوندن، بچه بلند که میشد گریه میکرد، میفهمیدی میرفتی یا صدا میزد اگر توی این قفسای چیز. خلاص اون روز که این نوه ما اینجا بود، این یکی از مانیتورا سیمش خراب شده بود، کار نمیکرد. اینا رو میسازن برای همون یه بچه، یعنی بچه تا 2 سالش شد اون دیگه خراب شده، با بندازیش یه نوع دیگه. و من یادمه که من توی این کارهای تلویزیون و اینها
بعضی وقتا از این سیستم انکودر استفاده میکردیم به عنوان مانیتور. یعنی چی؟ مثلا یه جایی که قرار بود مهمونا بیان میذاشتیم، خودمون میرفتیم اونجا میشناسیم از روی کامپیوتر دیگه اون URL، این آدرسایی که می‌نویسن بهش میگن URL، الان هم یادم نی برای چی استند میکنه، اونو میزدیم به اصطلاح نگاه میکردیم. بعد دیدم خب من حالا دیگه اون چیز ندارم که بتونم فوری یه URL درست کنم و اینها، رفتم روی اینترنت. شما هم، من میگم یکی از مشکلات ما ایرانی ها، یه چیزی که یاد میگیریم به دیگران نمیگیم که خودمون بشیم استاد اعلم. مشکل من اینه که یه چیزی که یاد میگیرم اگه تا شب به کسی اینو یاد ندم فکر کنم این دانش میخواد منو منفجر کنه. وقتی که نگاه کردم دیدم پروگرام های زیادی الان درست شده که شما میتونید به کمک دو تا تلفن، از این تلفن های سمارت فون یا یه تلفن و یه آیپد یا یه تلفن و یه اون کامرای چی میگه به اصطلاح لپتاپ های اپل، چون ندیدم که بله ندیدم که این اپ رو مثل که روی ویندوز 10 میتونید بذارید. من هنوز با سیستم کامپیوتر، با وجود که یه دونه نو خریدیم با همون کمک دوستمون، اینا رو من فوری تبدیل میکنم به ویندوز 7 یا حداقل شکلش رو تبدیل میکنم به ویندوز 7 که آسون کار کنم. و فکر میکنم ویندوز XP one of the best بود، ویندوز 7 بعد از ویستا هنوزم the best، و ویندوز 8 اصلا چنان خراب کرد که اسمش هم دارن میبرن بیرون، سپورت هم نمیکنه. 9 اصلا درست نکردن، حالا منجر شده به 10. خلاصه میتونید این پروگرام ها رو از روی اپل یا از روی گوگل پلی بگیرید، یکیشو روی کامپیوترتون بذارید، یکیشو روی تلفنتون، و حتی به عنوان سکیوریتی سیستم. البته این سکیوریتی سیستم با مانیتورینگ اشتباه نکنید، سکیوریتی اونه که اگه یه اتفاقی افتاد این خودش زنگ بزنه پلیس بیاد اونجا، که اونم یک دردسری، گربه رد میشه پلیس میاد، موش رد میشه پلیس میاد، باد میاد پلیس میاد. یادتونه اولایی که این دستگاهایی که رو ماشینت میذاشتی اگه یه کسی میخواد بیاد دست میزد، هی باد میمد، بچه‌ها توپ بازی میکردن، میخورد بهش، جیغ جیغ، دیگه همه عاجز شدن. الحمدلله فعلا رفته از چیز بیرون مارکت. ولی مانیتورینگ شما دیدی تو فروشگاهی که میری همه دوربین دارن و یه نفر نشسته یا چند نفر نشسته اون بالا نگاه میکنن که این داره اینجا یواش این کارو میکنه، یا هی دستش میکنه تو جیبش، یا اینجوری میکنه، چه نواری چه وسیله داره اینجاش میذاره، اینا دارن مانیتور میکنن. ولی سکیوریتی اونه که شما میخوای بری مسافرت، این دوربینو میذاری اینجا، الان صدها نوعش هست، میذاری اینجا، این در اگه باز شد به پلیس زنگ میزنه، به خودت وصل میشه، نمیدونم صد نوع مختلف داری، هر چی پول بدی آش میخوری. اون پروگرامی که من استفاده کردم و خوبه، اگه شما هم خواستید استفاده کنید، آیپدم رو بردم گذاشتم توی اون اتاق و یه بند آویزون کردم به یکی از این چیزای مال پرده که قشنگ میافتاد اونجایی که نوم خوابیده بود، و این تلفن رو هم آوردم روشن گذاشتم اینجا، و قشنگ میتونید یکیشو به عنوان کامرا استفاده کنید، به عنوان دوربین، یکیشو به عنوان مانیتور. اسمش آلفرده، مثل آلفرد هیچکاک یادتونه. بعد نوعای مختلف هم داره، یکیش مجانیه، بذار من پیداش کنم بهتون هم یه نشون بدم. اینه عکسش هم اینه، آلفرد موبیل یا موبایل اپ، اینو من بهتون نشون میدم. اگر به یه چیز اینجوری احتیاج داشتید، این کامپیوتر کهنه‌تون رو که ندادید به تلویزیون مردم، اقلا اینجا ازش استفاده کنید، این پروگرام رو بذارید روش، روی هر دو مانیتور و چیز باید باشه، بعد این اپ رو اصلا نوشته Do it yourself security camera، روی یوتیوب هم طرز نصبش هست، و یادتون باشه اگه من نصبش کردم باور کنید که شما هم میتونید. اینجا تو آمریکا یه چیزی هست، وقتی میخوان بگن ساده است میگن no brainer،
یعنی مغزم لازم نداره. به نظر من کلمه بدیه، یعنی مغز لازم نداره، ولی خب دیگه ملت میفهمن که یعنی اون که دیگه بله، اون که دیگه معلومه، اون که دیگه ساده است. اینم از و اما سنگاپور، ویدیوی روی فیسبوک خودم رو بهتون نشون بدم. یک آقای هست، نمیدونم این ایرانیه عرب کجاست، ولی چند تا ویدیو من ازش دیدم، خیلی قشنگ به اصطلاح کار میکنه، ویدیوهایی که درست میکنه ارزش دیدن داره. اینو بیاریم اینجا و ببینیم. بله، ناس دیلی. حالا این ناس نمیدونم ناصر نسیم نصرت چیه، اسم این آقا است که این ویدیوها رو درست میکنه و یکی از دوستانم برای ما فرستاده، ما هم گذاشتیم اینجا برای شما، شما هم استفاده کنید با هم ببینیم. Racism, poverty, traffic, pollution. In the world, there are so many countries with problems. It seems like every country and every person is filled with problems. So, who has the solutions? To answer that question, I decided to put my pride aside and go learn from a country that has the same problems as all of us, but has managed to find solutions. Because this is the incredible story of the almost perfect country of Singapore! In Singapore, many races live. The Indians, the Malay, Chinese, and Eurasians. And because people of different races might disagree and hate each other, Singapore forced all of them to live together in buildings on top of each other, next to each other. So instead of enemies, they are neighbors. And because of this, Singapore built a racial harmony that many, many countries don't have. Yeah! Traffic. Many countries also suffer from traffic. It's the worst. In Singapore, they had traffic until they fixed it. In Singapore, they limited the number of cars on the road. The number of cars total in the entire country cannot increase. Many people, instead of cars, take public transportation, and very few people are stuck in traffic. Yeah! Pollution is another environmental problem. Landfills look and smell disgusting in many, many countries, but in Singapore, they do not. Because they take their trash, they burn it, filter out the smoke, collect the ashes, and dump them underwater in a man-made island. Instead of this, the island looks like this. Their trash island is so clean, it looks like a resort. Another problem is fresh water. So much of it is wasted. But not in Singapore. These guys built an entire system that takes their poo and pee water, you know, this, and turns into clean water that humans can drink. And when you drink water that used to be poo, you realize water should never, ever be wasted again. When I saw the way they built and do things, from water systems to airports to buildings to gardens, I was amazed. Because all of the problems above, they solved in 53 years since they gained independence. And you didn't hear that from me. You heard it from the Prime Minister himself. Hi, I'm the Prime Minister. This is what we have been building in Singapore for 53 years, and we'll be building it for many more years to come. Don't get me wrong. Singapore still has a lot of problems with no solutions that I know of. They too suffer from inequality, high prices, and tight security. Many elderly people still can't afford to retire. Many imported foreign workers are very low paid, and the government can be too restrictive. Even gum is illegal.
Singapore has many problems, but unlike many, they are trying to fix them. That's why their passport is the strongest, their seaport is the second busiest, water is the cleanest, airport is the greatest, landfills are the prettiest, and people are the friendliest. I arrived in Singapore saying I hate Singapore! Because I was jealous. But now I'm leaving Singapore saying I love Singapore because there's a lot we can learn from them. If they can solve us so many problems in only 53 years, then why can't we? میگه اگه اینا تو 53 سال این مشکلات رو حل کردن، ما چرا نمیتونیم؟ هی نشینین هی شما بگی 2500، هی من بگم نادان 7000 سال 10000 سال. چرا گول این کلیمیا و یهودیا و صهیونیستا رو خوردی خودتو به 2500 سال؟ آقا اینها 53 ساله، اینا مستقل شدن. ببین اونا کجا هستن، شما کجا هستی. خب بریم سراغ نوشته هایی که اینجا نوشتن دکتر هولاکویی امشب در شرایتون هتل. دوستان عزیز، من فکر میکنم اگر شما کره ماه زندگی کنید، بازم دکتر هولاکویی رو میشناسید، چون بالاخره این سیگنال تلویزیون ها و رادیوهایی که ایشون روی اینها بوده به اونجا میرسه. اجازه بدید من این کنفرانس امشبشون رو به شما نشون بدم. و این کنفرانس هم امشب هست هم فردا هست، فردا در دو نوبت، و بعد از اینجا هم میرن کانادا. خیلی جالبه، من دو سه بار تا حالا توی جاهای مختلف به هم گفتن شما داداش آقای دکتر هولاکویی هستی، گفتم نه بابا، کاش که بودیم، اقلا از مشهوریت ایشون یه سودی هم گیر ما میومد. یه جا به من گفتن شما یک گزارشگری بوده خیلی قدیمی تو تلویزیون ایران، که به اون خانمه گفتم خانم حالا درسته اینجا چراغ کم نوره، ولی یعنی من انقدر پیرم، نمیدونم امیر لطفی بود کی بود، اون پس بکنم 80-90 سالش باشه. خلاصه بعضی وقتا در هر صورت این از این میگم آقای جمال وفایی به مردم میگه این ستاره، اون دوستون میگه این داداش دکتر هولاکوییه، اون یکی میگه این آقای امیر لطفیه، نمیدونم. بمانه کنفرانس های دکتر هولاکویی، واشنگتن، ویرجینیا، مریلند، فرایدی، ساتردی 12-13 اکتبر، یعنی امروز جمعه 12 اکتبر، 7 تا 10 شب. بحث امشبشون درباره نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، فردا شنبه 13 اکتبر از 3 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. باز فردا از 7 شب تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، دکتر هولاکویی کانفرنس این واشنگتن، ویرجینیا، مریلند. تیکتس اونلی اویلیبل ات دی دور $40 پر سشن، برای هر جلسه $40. به نظر من ایشون باید یه برنامه میذاشت، اونایی که هر سه جلسه رو میخوان بخرن مثلا $100 بدن به جای 3 تا 40 تا 120 تا. مرتضی لطفی، این دوستون آقای زمانیان میگه مرتضی لطفی. بله حالا دیگه اون صلاح مملکت خیش خسروان داره، اون خود آقای هولاکویی و دوستان دستندرکار تشخیص میدن. جاش بسیار عالیه، هتل شرایتون در قلب باز ویرجینیا، تایسن کورنر بغل
دالاس ایرپورت بغل 495، نزدیک به 66، نزدیک به 267. دیگه همتون بلدین. دکتر هولاکوی کانفرنسز این واشنگتن، ویرجینیا، مریلند. تیکت اونلی اویلیبل ات دی دور $40 پر سشن. ورودی $40 برای هر جلسه. کارت ورودی فقط در روز کنفرانس در محل برنامه موجود میباشد. مسئولین هتل اطلاعی در مورد کارت ورودی ندارند. یعنی به اونا هی زنگ نزنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 703-919-7322 تماس بگیرید یا با ایمیل note@gmail.com. البته ریسپاندشون روی ایمیل خیلی سریع نبود. من براشون ایمیل فرستادم، دو سه روز جواب ندادن، ولی وقتی زنگ زدم به این شماره تلفن، اون خانمی که اونجا بودن خیلی با مهربانی و با خوشرویی تلفن ما رو قبول کردن و صحبت کردن و دیروز تازه بعد از 4 روز برای من جواب رسید که ما متاسفیم که ایمیل رو دیر جواب دادیم. احتمالاً به دلیل گرفتاری زیادی که دکتر اوراکویی در رادیو داره، توی مسافرت هست. همینجا شما نگاه کنید الان که من دارم با شما صحبت میکنم، احتمالاً ایشون تو هواپیماست که بیاد برسه اینجا یه 2 ساعت استراحت کنه، امشب از ساعت 7 شب تا 10 شب بتونه با شماها باشه و فردا باز 2 تا برنامه داره. بعد پس فردا یه شنبه میخونم براتون که توی کانادا هستن. در هر صورت وبسایت ساده ای دارن، drholakui.com. هتل شراتون هتل 11810 سانرایز والی درایو، رستون، ویرجینیا 20191. به قول معروف مای بد، من با شراتون تایسن اشتباه گرفتم. این شراتون نزدیکتر به دالاس ایرپورت، اتفاقا نزدیک خونه ماست. کاش گفته بودم منم میام، ولی من باید برم اون شب دوره همی، چون از قبل به دوستان دیگه هم قول دادم. و این هم بزرگتر این تصویر رو بهتون نشون میدم که مشخصاتش رو اگه میخوان یادداشت کنید. ضمن اینکه اینها روی وبسایت همون drholakui.com هست و خود من از اونجا برداشتم، چون این یکی که اینجا برداشتم همون دوستمونم از این فوتوکپی کرده و ببینید اونا رنگی قشنگ درست کردن، این دوستان اینجا فوتوکپی گرفتن. فوتوکپی اینجوری خب خیلی ارزون‌تره، 2 سنت یا 3 سنت. فوتوکپی رنگی هنوز 75 سنت گرونه. در صورت این هم برنامه دکتر هولاکویی. یکی دیگرش هم بهتون نشون بدم که این قسمت هست. ماشاءالله ایشون خوشتیپ و پرتوان برای حالا سن و سالشون رو من نمیدونم دقیقا، ولی یادمه از موقعی که ما تو ایران بودیم و دانشجو بودیم ایشون تو دانشگاه درس میداده، استاد بوده و این کار رو انجام میداده. من هر وقتم میرم کالیفرنیا، هر ماشینی کرایه میکنم تا میشینم میگردم دنبال اینها، میبینم که آقای هولاکویی تو چند تا رادیو مختلفم صداشون میاد. پس شد دکتر هولاکویی امشب در شرایتون همین بالاست، واقعا تا اینجا 7 دقیقه راه است. سانرایز ولی درایو، بعد نزدیک دالاس ایرپورت و نزدیک تایسن هم میشه. و فردا شبم، فردا عصر و شبم، بعد از ظهرم اینجا. ولی اجازه بدید چون ما دیگه تا یه شنبه و اینها برنامه نداریم، اینم براتون بگم که بعضی از دوستان میگه جانم براتون بگه. خب اینه 14 اکتبر که میشه یک شنبه، بله 13 شنبه است، 14 اکتبر یک شنبه. اینم براتون نشون بدم که ببینید کجا هستن. همین موضوعاتی رو که اینجا صحبت میکنن میان در کجا؟ اونتاریو میشه ریچموند هیل، تورنتو میشه دیگه، نه درست میگم؟ بله، با همکاری رادیو صدای ایران برگزار کردن مرکز بهزیستی بیورلی هیلز. اجازه بدید من اینو اینجوری ثابت کنم، ثابت نگه دارم بهتون نشون بدم. بله، مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با همکاری رادیو صدای ایران برگزار میکند کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟
نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. میگن که اکتبر 14 از ساعتش 2 بعد از ظهر تا 5 جلسات، میدونید که مثلا این موضوع از 2 تا 5 بعد 1 ساعت استراحت میگیرن، از 6 تا 9 اونجا یه 4 ساعت، 6 2 تا 3 ساعت ببخشید، از 6 تا 9 3 ساعت، از 2 تا 5 هم 3 ساعت. این ساوند جورج سنتر هست احتمالاً. شماره تلفن اینها هست 416 627 14 14. خیلی ممنونم، ممنون از دوستیم، حالا اسم تورنتو اومد، که از کانادا اون روز زنگ زده بود و گفته بود که آقا خیلی ممنون که شما وقتی که آقای چیز فوش داده، شما اون فوش رو پخش نکردید، آقای زاهد هفت لنگ، و من میخواستم به شما زنگ بزنم ولی چون پیام دوم رو گذاشته بودید و گفته بودید که متوجه شدید، دیگه نیازی ندیدم. ولی از این که شما میگید اگه صدای منو بشنوید خوشحال میشید، ممنون و متشکرم. پس بیشتر برنامه منو نگاه کنید تا بیشتر صدای ما رو هم بشنوید. این هم از این ماجرا. و اما محتکر، اجازه بدید ما چند تا عکس اینجا گذاشتیم چون روز جمعه هست، اینا رو هم بهتون نشون بدیم. دوستان شماها هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و من یه عکسی دیدم، یک دختری بسیار زیبا کوچولو، همچین که میخواستم حالا زیرش ببینم این برای چی نوشته، نوشته بودن این دختر کشته شد. باور کنید ربع ساعت اصلا نمیتونستم بیام اینجا که توی اتاق نشسته بودم این عکس رو دیده بودم، نمیتونستم، همجور رفتم برای خودم این بیرون نشستم، یه صندلی داریم نشستم اونجا. بعد دیروز اینو دیدم که یک خانمی به نام هدیه کیمیایی، بذارید بهتون نشون بدم. کامرای 3 ببینید، بخوام بهتون بگم که توی فیسبوک چه خبره. یک خانمی به نام هدیه کیمیایی نوشته بود دیروز با یکی از دکترای پزشکی قانونی سنندج صحبت کردم که تجاوز منجر به قتل دنیا ویسی رو تایید کرد، مدارکش موجوده. امروز هم چند تا از فعالهای کرد این موضوع رو تایید کردند و نماینده سنندج در حال پیگیری موضوع است. سکوت در برابر پیگیری این فاجعه محکومه. حالا یه نفر دیگه به نام زیادالدین نوشته که حتما متجاوز به کودک 7 ساله از اعضای اطلاع سپاه بوده، با یکی از وابستگان یک رأس آیت الله بوده، حاضر مرگ بر یک رأس جمعه امام سنندج. اول نمیدونم این اصلا دوستمون مثل که کرده فارسی نوشته، فارسی اونم از من بدتر. ولی بیاین سر این ماجرای دکترای پزشک قانونی. ببینید خانم هدیه خانم، اگر پزشکای قانونی، اولا پزشکای قانونی سنندج 30 تا که نیستن که، لابد یا 3 تا هستن یا 2 تا هستن، اگه قرار بوده این مخفی باشه، محرمانه باشه، نگن، شما که اینجوری داری میگی جان و شغل این پزشک رو به خطر میندازی. اگر قرار بوده که بگن و شما هم از یه جای شنیدید، همون سندی که میگی مدارکش هم موجوده، مدارکش رو بذارید نشون بدید تا دیگران هم بدونن. کارمون خیلی خراب. این ماجرای فیسبوک واقعا آمده شده چاقویی در دست دیوانه. شما میدونید که یه ضرب المثلی هست، همش میگن که چاقو شما میتونی بدی دست یه پزشک جراحی کنه یه نفر از مرگ نجات بده، بدی دست یه نفر آشپزی کنه یه خوراک خوشمزه بهتون بده، بدی دست یه دیوانه‌ای بزنه 4 نفر زخمی کنه. همین یه چاقوه، یه چاقو نیست، اون پزشکیش نوش فرم میکنه اون یکی فرم، ولی 3 نفر مختلف 3 تا استفاده یا
خلاف استفاده میکنن ازش. حالا این فیسبوک هم متاسفانه ما تو اون مرحله هستیم که به عنوان یه چاقو ورداشتیم داریم به این اون میزنیم، اصلا هم حالیمون نیست. سربی با اون میزنه، اون با اون. میبینید آقای مینویی به من میگه آقای سربی شما خیلی واردی که آدم ها رو خراب کنید. میگم آقا آدمی که درسته که به حرف من خراب نمیشه که، مگه نمیگن بزرگش نپندارن که بزرگان فلان بزرگ. اون که بزرگه، من هر چی بگم طرف میگه آقا این دیوونه است ولش کن. اونایی که من میام گندشون رو بالا میارم و شما قبول داری آقای مینویی، خانم نیر گرامی، بابا گند زدن تا ما امروز فهمیدیم، دیروز فهمیدیم، داریم میگیم که دیگران هم آگاه بشن. شما میگی من غلط میگم، شما بیا بگو. دیگه ما بهتر از این نداشتیم که آقای پرویز مینویی هم آمد مهر تایید و تاکید زد، کانفرمیشن، که آقا این آقای شاه، حالا ایشون میگه تعطیلات تابستون باباش بهش گفت پدر سوخته برگرد بیا ایران تا آدم بشو نیستی، ما میگیم نه، انداختنش بیرون از مدرسه. و هنوز خانم نیر رفته که دیپلم ایشون رو بیاره. نیست، نگرد گشتم نبود، نگرد نیست. این اون دختر را گفتند در اثر خراب شدن دیوار مدرسه کشته شده، ولی پزشک قانونی گفت به او تجاوز شده و با ضربه جسم آهنی به سرش کشته شده. خب واقعا ننگ، لعنت، نفرین برای اینهایی که بچه های کم سن و سال رو، البته اینا بیشتر خودشون مریضن، خودشون موقعی که بچه بودن مورد تجاوز قرار گرفتن، ولی اگر یک سیستمی باشه که اینا رو به اصطلاح درمان کنه، اون وقت اقلا نسل بعدی نسل بعدی اینجوری نمیشه. خب حتما سرصداهای شنیدید، بوغهایی که مثل آقای گلن ترشیزی حرفای دروغ، خبرهای دروغ، برنامه‌های دروغ رو هی به خورد مردم میدن. الان شاید تو مغز بعضی ها یه همچین چیزی به اصطلاح تصویرش درست شده باشه که ترامپ داره مجاهدین رو به وسیله این بولتون، جان بولتون، داره مجاهدین رو پروموت میکنه، همون جوری که کارتر خمینی رو چیز کرد. ولی بهتون گفتم اتفاقا من قرار بود با کارتر مصاحبه کنم، متاسفانه تنبلیم اجازه نداد برم از اینجا به آتلانتا 8 ساعت رانندگی و رفتم یه برنامه دیگه که $1000 هم پول می ساختیم، هم پول بود هم تنبلی. و این پیرمرد حالا دیگه مغزش هم مثل که جراحی کردن و اینا دیگه حال خوشی نداره، ولی بارها کارتر گفته ما دخالتمون در ایران در حد این بود که فقط دنبال آزادی و حقوق بشر بودیم. حالا اگر شاه با مشاورینش نتونست به موقع منیج کنه، تقصیر اونها بوده. این از این. در رابطه با یه عکس دیگه هم اینجا هست، بذارید دو تا دیگه هست نشون بهتون بدم. در رابطه با دلار و اینا که قیمت‌ها بالا میره و هیچ کنترلی هم نیست، اینو شما داشته باشید که میگه ببینید قیمت یه چیزی 5000 ریال حالا یا تومنه، بعد این محتکر، ببینید شکم گنده و چاقی هم داره، این زن و مردی که آمدن خرید کنن دستشو اینجا به عنوان پیروزی، ویکتوری گرفته، ولی این وی شده عدد 7، شده حالا 75000 تا. یعنی اینا اینجوری چیزا رو گرون میکنن. وقتی اون روز برای دوستمون که از خلیج فارس برای من فرستاده اعتصاب در ایران چنین و چنان، میگم آقا این مغازه ها که بستن، این اعتصاب چه سنفی هست؟ اگر بازاری مغازه رو ببنده، اعتصاب صنفیه که همیشه داشته به مردم زور میگفته. من یادمه شایع میشد که حقوق ما از 3000 تومان میخواد بشه 3050 تومان. هنوز ما نرسیده بودیم به آخر ماه، هنوز به آخر سال حقوق کاسمه میگفت شنیدم حقوقتون زیاد کردن، اینا چیاشون گرون میکردن. خلاصه که روزگار غریبی است نازنین، چه باید کرد؟ آیا شلاق زدن، دست قطع کردن، جریمه های آنچنانی اتاق اصناف اینا رو به اصطلاح درست میکنه؟ من فکر نمی کنم. حتما
خانواده راکفلر رو میشناسید. اگه نمیشناسید، اگه یه وقتی اومدید نیویورک، اصلا برید ساختمونای اینا، محلای اینا، حتی تلویزیون NBC تو اون میدون یا تو اون محلی که هست راکفلر سنتر بهش میگن. جان راکفلر میلیاردر معروف در کودکی به مغازه‌ای رفت، فروشنده از او خواست مشتی آجیل بردارد. او بر نداشت، فروشنده به او یک مشت آجیل داد. مادرش دلیل امتناع او را پرسید. او گفت مشت فروشنده بزرگتر بود. حالا ببینید اینا چجوری بعدن پولدار شدن. لابد شنیدید میگن اوناسیس هم رفت یه جایی و این کبریت ها یادتونه، مثلا توش مثلا 40 تا نخ کبریت بود، میگه رفت به طرف گفت که من اگر یه چیزی به شما بگم که توی یه سال اینقدر پول به نفعتون بشه، شما حاضرید 10%شو بدید به من؟ گفتودن بله. گفتود بدونی که تولید زیاد کنید، بدونی که چی کنید، به جای مثلا 50 تا نخ کبریت تو هر کدومش یه دونه بذارید، در سال شما اینقدر به نفعتون میشه، کبریتای زیادتری تولید میکنید، حالا پول منو بده برم. اینجوری بود. حالا خدایش براتون بگم، من خودم وقتی بچه بودم به هم میگفتن مثلا بیا چی بردار، میگفتم نه شما به من بده. میدونستم که وقتی اونا به آدم یه چیزی میدن بیشتر میدن تا دیگه نشون میده ما ایرانی ها هممون راکفلر بودیم خبر نداریم. اینم از این ماجرا. آقای دکتر شهرام ایران بومی یک مسابقه دیگه ای انجام دادن با یه رادیویی که لینک اونم براتون میذارم، از اون روز تا امروز در برنامه خود من بودن، ولی از امروز تا بعد که با ایشون باز مصاحبه داشته باشیم ویدیوی ایشون هم در پلیلیست تلویزیون مردم قرار میگیره، از مردم tv.com، از اون مردمreport.com، از اینجاها پخش میشه. روی این تلفنی هم که شما میتونید زنگ بزنید، اینجا نوشتم 605، اجازه بدین 605-475-5883، میتونید صدای برنامه ها رو گوش کنید. این تلفن رو از موقعی که اینا شرکتشون رو عوض کردن و اون آدیو ناو منتقل ترانسفر فروخته به زینو یا زینو، میگن بعضی وقتا قطع میشه و کنترلی ما نداریم. به ما یه لینک میدن، میگن شما این لینک رو یه انکودر بذارید بهتون نشون بدم. اینه دیگه، الان نگاه کنید من بهتون نشون میدم. خوبیش به که ما اینجا هیچ چیزی مخفی از هیچ کس نداریم. ببینید من الان که حرف میزنم اینه، انکودری که توی کامپیوتر وسطی هست اینه، و میبینید الان من اگر جیغ بزنم میبینید اینجا رف رو زرد. ببینید الان یواش صحبت میکنم، این میکروفون سمت راست، این میکروفون سمت چپ، حالا اگر جیغ زدم میاد رو زرد و قرمز. ووهو. اینه، ما کنترلی نداریم. ما از اینجا وصل میکنیم، همون جوری که گفتیم ما برای وصل کردن آمدیم. ببینید اینم آدیو رو به اصطلاح میجر میکنه یا متر میکنه یا اندازه میگیره. در صورت اینم اون سیستمیه که ما استفاده میکنیم. سیستم قدیمیشون خیلی بهتر بود، هیچ چیزی ما توی سیستممون نباید میداشتیم. وقتی بهشون لینک رو میدادیم اون لینک رو اونا برمیداشتن، ولی الان اونا کار خودشون راحت کردن، به ما گفته آقا بگیر این 10 دلار خودت برو برای خودت صبحونه و نهار و شام بخر و اینجوری میشه. خب اینم از این. و دوستان اجازه بدین من برنامه رو یکی دو دقیقه دیگه تموم کنم، یه ربع ساعتی به من بریک بدید تا هم سیستم رو عوض کنم، هم آماده بشم برای مصاحبه‌ای که با اون دوستمون داریم، دوستی که قبلا در سازمان مجاهدین بوده، از سازمان مجاهدین جدا شده، دوباره با سازمان مجاهدین مشورت میکنه و حرفای گفتنی زیادی داره. احتمالاً یه عده‌ای از شما ایشون رو میشناسید. اگه یادتون باشه من در برنامه‌های کانون آوا همیشه به اونایی که مسئولین مجاهدین هستن یا حتی هوادار مجاهدین هستن یا اعضای مجاهدین هستن میگم اگه شما هم حرفی برای گفتن دارید بیاین صحبت کنید. ایشون یکی دو بار من رو به اصطلاح به چالش کشید که شما میگی
ولی حاضری من بیام صحبت کنم؟ گفتم این گوی و این میدان امروز اون فرصت پیش اومده، ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 16 دقیقه دیگه. هر کجای دنیا هستی الان ساعت رو نگاه کن، 16 دقیقه دیگه من با این آقا صحبت میکنم، یا از دانمارک ایشون یا از آلمان. و شما هم اگر سوالی دارید در حین برنامه روی فیسبوک، روی پیامگیر تلفن 202، بذارید براتون نشون بدم 202 کجایی، بیا جلو، بله، روی این تلفن تکست، پیام، ایمیل، روی ایمیل info@mardomtv.com، روی صفحه فیسبوک خود این دوستمون که در برنامه نشون میدم میتونید باهاش تماس بگیرید. اونایی که دشمن منن میتونن به ایشون تماس بگیرن، آقا چرا اومدی اینجا برنامه گذاشتی؟ به ایشون هم در برنامه خواهم گفت که به احمقای اینجوری بگو تو چرا اینجا هستی، من اومدم اینجا که برای تو برنامه بذارم، و تو کدوم رادیو و تلویزیون دوست داری؟ هر اسمی گفتن بگو پس چرا الان اونجا نیستی. این خانم شوبری گفته بود، خیلی عالی و ممنون ازش. دوستان عزیز، همینجا برنامه امروز رو تمام میکنم. آخر هفته است، با امید اینکه آخر هفته خوبی داشته باشید. مواظب باشید، اگه اهل مشروب هستید به اندازه بنوشید که شنگول بشین، ولی منگول نشین، ملت و زخمی و بیمارستان و خدای نکرده خودتون یا دیگران زندان و مندان و اینها بیفتید. تلویزیون مردم رو حمایت کنید، به دیگران برنامه‌های سربی با مردم، برنامه‌های تلویزیون مردم رو معرفی کنید، و از یکایک شما دعوت می‌کنم که خود شما در تلویزیون برنامه داشته باشید. چون اون دوستمون از من خواهش کرده بود که آقا این برنامه‌های منو گوش کن، به من بگو چیه. گفتم خب آقا شما که تصویر نداری، عکس داری، و فقط پس من باید صداتو کنترل کنم. اونجایی که من میدونم خیلی از وقتا برای خود منم پیش میاد صدات بالا و پایین میره، یعنی موزیک که میذاری صدا خوبه، خودت که حرف میزنی بستگی داره تلفنه اینجوری باشه، داری یه کاری انجام میدی اینو چسبوندی اینجا اینجوری صدات کمه زیاده. بعد یادتون باشه این تلفنا میکروفونش این زیره دوستان، اسپیکرش این زیره، فقط این گوشی بالایش هست که اینجاست. شما وقتی اینجوری میکنی اینجوری میکنی اینا فرق رو دیدم، خبرنگاره میره مصاحبه میکنه میکروفون رو میگیره به طرف خودش اینجوری بعد میکنه تو صورت طرف، و دستش هم اینجاست، صدای اون طرف خیلی بد و کم و بم و مثل تو قوطی کنسرو یا کن یا کمپوت صحبت میکنه. اون دوستمونم بهش گفت آقا بهترین کار اینه شما برنامه بذاری، اونایی که گوش میدن اونا بهت میگن که برنامه خوبه، بد، صدا کمه، صدا زیاده. ولی من حقیقتش بازم دارم فکر میکنم در روزگاری که هر کسی که کامپیوتر داره خودش میتونه از این ور، همین الان حسن شجاعی نامه فلانت گوش کنه، مستیر گوش کنه، نمیدونم اونو گوش کنه، چه نیازی هست که یه نفر بیاد بشینه فقط موزیک پخش کنه؟ اونم من مثلا بشینم موزیک، حالا اون یکی تقاضا کرده گلپا، من گلپا رو دوست ندارم، بشینم الان گلپا رو دوست دارم، بشینم تا مثلا دوست دارم سوسن بیام، خب خودم زرتی میزنم اینجا دوست دارم میاد، تازه اگه دیدم این یکی هم بده اونوری نگاه میکنم اونو پخش میکنم. درسته که شما برای من پخش میکنی، انتخاب من یکیه، ولی شما اگه میخوای برنامه باز کنی، اگه خواننده هستی، هنری هستی، بشینید به مردم بگید بیان بخونید، میکروفون رو در اختیار اونا بذار، اینجوری تشویقشون کن، خودت یه شعری بخون بذار اونا بخونن، و عمر هم دیگر به این صورت تلف کنید. روز روزگار بر شما خوش. تا چند دقیقه دیگه، یعنی دقیقا 12 دقیقه دیگه با شما خواهم بود. مرسی که با ما هستید، مرسی که با ما خواهید بود. با امید دیدم.